آنیتا عزیز درود بر تو سلام بر شما درود بر شما ممنونم که دوباره به من فرصت دادین که در خدمتون باشم شما همیشه جاتون هستین که هر موقع خواستید که فریاد مظلومانه جوانان ایران فعالان سیاسی ایران فعالان دیگر اندیش رو در درون ایران مطرح بکنید در این برنامه جاتون هست خیلی ممنون از دلسوزیتون برای تمام زندانیان سیاسی بانیتای <applause> <applause> عزیزم صحبت کردیم در روز پنجشنبه گذشته از آقای دکتر محمد علی تاهری که یک مؤسسه عرفانی به وجود آورده است مریدان بسیاری دارد و چون دگر اندیشه است و خدا رو خوب میشناسد با خدا زندگی میکند و دیگران رو می آموزد که از این زهد و دقل و حق بازی و اینها بگریزند با خدا زندگی بکنند و خدا را خود خدا رو بشناسند وضع خیلی اصفناکی در زندان داره اعتصاب قضا کرده آخرین خبری که شما دارید چه هست؟ آخرین خبری که ما داریم اینه که هنوز دست از اعتصاب غذاشون نکشیدن و وضعیتشون همچنان اصف و ما شدیدا نگران سلامتیشون هستیم یک مسئله مهمتر از اون که بلت این که در قبل از این هم زمانی که میخواستن حکم ببخشید حکم استادتاری رو ابلاغ بکنن از یک ترفندی استفاده کردن و اومدن یک شایعه ای رو در ایجاد کردن در وبلاگ ها و وبسایت های در واقع نامعتبر و حکم استاد رو از اون طریق اعلام کردن <تصفح> و این بین علت که ترکش این ماجرا رو بگیرن و ببینن که چه واکنش هایی در این رابطه هست افراد باور نکنن یا به این خبر عادت کنن و به قولی در واقع به زمین سازی بکنن برای اینکه این خبر رسانی رو انجام بدن و ما اون موقع باور نکردیم منتظر شدیم تا این حکم از طرف وکیل به ما ابلاغ بشه و دست نگه داشته بودیم مجموع هم البته در حالت سکوت به سر می برد تا اینکه آروم آروم به حال این قضیه جا افتاد الان ترفند جدیدی که شروع شده اینه که یک خبری رو در بود راوید... چی بود؟ اون حکم در واقع به اتهاماتی که به ایشون زده بودن پنج سال حبس براشون در نظر گرفته شده بود 74 ضرب شرلاق و 900 میلیون تومن جریمه نقدی و این حکمی بود که چون خدا رو می عجبا. <applause> این به علت در واقع تماس با زن نامحرم کسب مال نامشروع به علت که ایشون شهریه دریافت میکردن بابت کلاس ها و آموزشون و اق... <applause> اقدام علیه امنیت ملی و وقتی بیون بیستن، بیون بیون بیستن دیگه. لیست بیستن که توهین به مقدسات بخش... <تصفح> توهین به مقدسات و از این قبیل اتهامات واهی که به ایشون در واقع منصوب شد و الان دوباره به علت خدمتون ارز کردم که پرونده مفسد فل ارز رو میخوان به دلایلی بیارن بالا دنبال شاکی خصوصی هستن در این زمینه و اتهاماتی که بزنن به ارتداد و اینا که در به علت آقای تاری که سر انجام چه بشود که منجر بشه به صدور حکم اعدام عجب و برای اینکه بتونن حذف فیزیکی انجام بدن مسئله اینجاست که آقای تاهری خودشون در وبسایت شخصی خودشون اعلام کردن که شهادت دادن که مسلمان هستن و زمانی که این شهادت صورت میگیره حکم ارتداد نمیتونه پیاده بشه اما توهین به مقدسات و به حال این قضایایی رو که به صورت واهی بهشون منصوب کردن از 15 تا از مراجع تقلید با فرضیات واهی فرضیاتی که اگه به خود ما میگفتن ما میگفتیم این گور فرق زال است یک فرزیاتی رو مطرح کردن گفتن این فرضیات در واقع نظریات این فرقه و این مکتب معنوی هست و حکم ارتداد گرفتن و 15 تا از مراجع تقلید این حکم رو امضا کردن و الان دوباره این روی این هستن که کار بکنن و روی میگم وبسایت های در واقع مشکوکی خبر اعدام ایشون رو اعلام کردن که البته ما این رو یک ترفند میدونیم یک توته میدونیم اما باز در مقابل این قضیه نمیتونیم سکوت بکنیم برای اینکه جان یک انسان مطرحه هر چقدر هم که در واقع میشه راجع به این مسئله به گفتگو پرداخت اما از نظر در واقع حقوق انسانی در دنیای امروز کسی رو نباید بر اساس اینکه عقیده خودش رو ابراز کرده جانش رو در خطر ما اینایی که شما میگید اینا مال غربه مال سهیونیست هاست مال امریکایی اینا مال جمهوری اسلامی نیست اونا خودشون میگن اینا دیدم اون رئیس حقوق بشر برادر لاریجانی میگفت که آقا مثلا ما وقتی که شلاق میزنیم ما داریم چیز حد اسلامی رو اجرا میکنیم ولی غربی ها میگن این شکنجه است مار. وقتی میخوایم اعتراف بگیریم یکی رو کتک میزنیم میگن آقا این شکنجه است وقتی که دست یکی رو قطع میکنیم دزدی کرده ما حد اسلامی رو اجرا میکنیم اونها قبول ندارن میدونید معیارها این است خب دیگه در زمینه ده. مسائل حقوق بشر چه داریم ببینید در زمینه استاد تاهری خودشون مسئله که براشون مطرح بوده غیر از خودشون یک جهان بینی رو عرضه کردن ببینید ما در این مکتب مرید و مرادی نداریم مسئله این نیست که ایشون هوادارانی داشته باشن ایشون اومدن البته نه که ندارن اما در واقع این هواداران هواداران نوع اندیشه ایشون هستند. که این انسان شمول جهان شموله و تمام هستی رو در بر میگیره حتی حقوق حیوانات حقوق گیاهان و تمام هستی احترام به حد... هستی و تقدس اون مقام که در هستی هست و مقام انسانی که یک مرتبه دیگه ای رو داره در واقع ایشون خودشون هم بر این عقیده بودن و این مسئله ما رو بر این می داره که بیایم از این جنبه تمام انسانهایی رو که در واقع این حقوقشون نقض میشه به خصوص در حکومت اسلامی که الان موضوع بحثمون هست و استادهایی هم در الان در بند این قضیه است این مز... مسئله رو در واقع از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم تشکل های حقوق بشری یک گروه هستند هستن که در واقع دیدبانی میکنن و گزارشاتی تهیه میکنن در مورد نقض حقوق بشر و میان میگن که این مثلا راجب این شخص راجب این شخص گزارشاتی تهیه میکنن کمپین هایی تشکیل میدن برای اینکه بتونن اون زندانی خاص رو از بند بیرون بکشن و فعالیتشون بسیار باعث افتخاره و ما حمایت میکنیم و خیلی خوشحالیم که این تشکل ها وجود دارن و این دیدبانی رو انجام میدن و در یک جریان موازی تشکل هستند که میان به صورت اساسی و بنیادی اون چرا که باعث این قضیه میشه رو بررسی میکنن یکی از این تشکل ها جنبش فعالان حقوق بشر هست که من تازه افتخار آشنایی رو پیدا کردم عقیده این گروه به این ترتیب هست که میان میگن که اون چه که باعث نقض حقوق بشر در ایران میشه و باعث میشه که هر سال ایران محکوم بشه به نقض حقوق بشر در واقع اشکالاتی که در قانون اساسی وجود داره و تاکید میکنه روی یک اصلی اصل چهار قانون اساسی که میگه که در این اصل در واقع حاکمیت در واقع فقهای حکومتی حق دارن که این دیدبانی رو داشته باشن بر اینکه حقوق انسانی در واقع راید. به چه ترتیبی هست و اونا تصمیم بگیرن که چه حقوقی مشروع هست و چه حقوقی نامشروع و از این جنبه است که اون وقت ما زندانی عقیدتی خواهیم داشت زندانی سیاسی خواهیم داشت و افراد عادی هم در واقع از این قاعده مستثنا نیستن چون این قانون موجوده و تفتیش عقاید در واقع یک چیز شرعی و عادی و قانونی محسوب میشه لذا هر شخصی ممکنه در مزان اتهام قرار بگیره و به جرم عقیدتی به جرم به جرایم سیاسی و بیاد و مسائل حقوق انسانیش نقض بشه در به همین دلیل هیچ تعریف نمیکنن جرم سیاسی رو بله تعریف نمیکنن در یک مناظره که الان آقای مظاهری سیف یکی از بازجوهای استاد و که در واقع یک تشکلی رو دارن به عنوان مؤسسه بهداشت معنوی اومده یک منا... در واقع یک پاسخی رو داده به یکی از سوالای به یکی از مسائلی که آقای تاری مطرح کرده اه... که تعریفی رو که از عرفان ارائه میکنه یک تعریف واهیه و بر اساس اون تعریف واهیش میاد عرفان کذب رو معرفی میکنه و شما میبینید که گروه های اه... ار... ار... گروه های به عنوان ارفان های کاذب در ایران تحت فشار هستند مثل دراویش مثل اعضای عرفان حلقه مثل اعضای آل یاسین و بسیاری از اینا تشکل های مسیحی ها تشکل های مذهبی دیگه میگم بیشمارن تعدادشون حالا اگر ما بخوایم دونه دونه اینا رو گزارششون رو تهیه کنیم خب وقت زیادی میبره اما مسئله اینجاست که مسئله یک مسئله واهیه و مسئله انحصاری در گروه یک عده خاصیه که به علت اینکه اشکال اساسی وجود داره و روشن نیست این دامنگیر همه هست امیدوار هستم این سازمان های دیدبان بتوانند کاری بکنند و واقعا خیلی خوشحال هستم که شما دختر نازنین من به عنوان یک جوان ایرانی تا این اندازه آگاه هستی تا این اندازه خوشیار و امیدوار هستم این فریادها به نتیجه برسن خب ارتباط ما برقرار